با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد گاجانی هستم. 3-4 تا ویدیو گذاشته بودم که 3-4 روز مرخصی بگیرم. اینقدر تعداد ویدیوهایی که از ایران میاد زیاده، آدم میخواد همه رو نگاه کنه، این شهر چه خبره، اون شهر چه خبره، به هر حال کلی وقت میگیره. و خلاصه امروز دیگه گفتم ویدیو ضبط بکنم. مناسبتش هم این بود که آقای شیخ علی تهرانی، پدر خانم فریده مرادخانی و آقای دکتر محمود مرادخانی درگذشتن. من اسم بچه های دیگر رو نمیدونم، ولی چند تا نکته جالب گفتم بگم که خب ایشون شوهر خواهر خامنه ایه، ولی کلن و 100% خودش و فامیلش با خامنه ای مخالفن و اصلا در فامیل خامنه ای شنیدم که نصفشون با این آقای خامنه ای اصلا رفت آمد ندارن و مخالفن و شاید اگه دستشون برسه خفشن بکنن. در این حد چند تا نکته جالب اینه که این خانم مرادخانی که برای من کار میکرد، اولین بار که با من مصاحبه کرد تو مادیران، من دفعه دیدم توی عراق درس خونده. گفتم شما تو عراق چجوری درس خوندید در زمان جنگ؟ گفت من دختر شیخ علی تهرانی هستم و فامیلشون، حالا فامیل واقعیشون مرادخانیه، ولی چرا شیخ علی تهرانی میگفتن؟ من فکر کنم خیلی از این مله ها اسمای دوتا چیزی دارن که در موقع لزوم یا این میشن یا اون میشن. به هر حال حالا این آقای شیخ علی تهرانی شانس آورد که توسط خامنه ای اعدام نشد، چون به هر حال زنش تنها خواهر تنی خامنه ای، به این خاطر شاید رحم کرد بهش، چون صدام حسین همچین مشکل مشابهی داشت با دو تا داماداش، پناهنده شده بودن مثل که به سوریه یا اردن. گفت بیاین بهتون بخشش میدم و تا برگشتن فرداش کشتشون. بعد ملت گفتن چرا؟ گفت من بخشیدمشون ولی ملت عراق اینا رو نبخشیدن. خلاصه این آقا بالاخره تونست با عمر طبیعی در سن 96 سال بمیره و خودش که همیشه مخالف بود. برای من جالبه که افرادی که مثل بچه هاییشون اینا خیلی موقعیت ها داشتن، مثل خیلی هایی دیگه تو فامیلشون، به جاهای بالاتر برسن، به جاهای بالا برسن. یکیشون که تو فرانسه تبابت میکنه، اون یکی هم که در ایران پلو ما کار میکرد، کار مهندسی برق. و از مزایای اینه که داییش علی خامنه‌ای باشه هیچ وقت نه استفاده کرد نه سوء استفاده، و اینا بله چیز ارزشداریه. یکی دیگه از این آشنایانشون به من میگفتش که خود شیخ علی تهرانی شنیده بوده که گفته بوده اگه من در فیضیه نبودم، این آقای خامنه‌ای رو چند بار خدمتش رسیده بودن، چون مثل که اونجا رسم همه باید همچی کاری بکنن. و به حال به خاطر این شوهر خواهرشون ایشون نجات پیدا میکنه از اون قضیه. داستان نایک رو دارم دنبال میکنم، با یه عده دارم مصاحبه میکنم، اونا که یه جورایی وابسته هستن یا بودن، ببینم نتیجه کلی چیه. فعلا هر کی دیدم همه مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی اون یه نفر خیلی استثناء بود، چون اینجا اصلا آدمای اون تیپی هم پیدا نمیشن، به خصوص در دور و وری های ما و دوستای ما. ولی به هر حال با کسای دیگه میدونم که همشون مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا موافق نایک هستن یا نیستن، پول میدن نمیدن، اینا در یک چیز پرسشنامه دارم ازشون میپرسم. به من که جوابشو دریافت کردم راجبش ویدیویی خواهم گذاشت. یه دوست دیگه گفته بودن آقا ما ممنوع خروج دیده بودیم، ممنوع ورود ندیده بودیم. ممنوع ورود به این ترتیبی است که من در سال 1982 که اومده بودم امریکا بمونم، پاسپورتم تاریخش تموم شد، فرستادم برای تمدید. گفتن که شما به این شماره زنگ بزن. به اون شماره زنگ زدیم و اول شروع کرد گفتن که شما اسرائیل رفتی؟ بله رفتیم. برای چی رفتی؟ چی بگم؟ رفتم بررسی مسائل مردم فلسطین. بعد رسید به این که شما در روزنامه ایران تیوی و مقاله می نویسی؟ گفتم بله. گفت میدونی این روزنامه مخالف دولته؟ گفتم بله. گفت پس شما ضد انقلاب هستی؟ گفتم بله. گفت هنوز پاسپورتتون هم می خواهید؟ گفتم لابد نه دیگه اگه اینطوره. گفت اگه یه روزی پاسپورتتون رو میخواین باید یک نامه بنویسید توضیح بدید که چرا ضد انقلاب شدید. منظورش این بود که آخرش بنویسی غلط کردم دیگه نمیکنم اینا، منم که این کاره نیستم. به هر حال ما هیچ وقت همچین نامه‌ای ننوشتیم، اونا هیچ وقت پاسپورت ما رو پس ندادن تا سال 2002.
سال 2002 که موقعیت کاری پیش اومد در ایران، به من گفتم آقا فضای باز سیاسی پیش اومده و اینا دیگه کاری ندارن اینا. من رفتم سفارت ایران، سفارت پاکستان در واقع که محافظ منافع ایرانه، گفتم آقا پرونده من میخوام نگاه کنیم. خلاصه رفت گشت گفت اسم خیلی قدیمیه و گفتم آره 20 سال است دست نخورده. به هر حال وقتی آورد یه چیز اینقدی به این قدر، تمام مقاله های من توش کپیش بود، یارو نگاه کردید که من در مثلا 17 18 سال اخیر هیچ فعالیت مقاله آنچنانی نداشتم. تو مجله ماشین کماکان می نوشتم مقالات غیر سیاسی، ولی مقاله سیاسی دیگه نداشتم. گفت شما تا 4 بعد از ظهر بیاید. 4 بعد از ظهر رفتیم و بعدش گفتش که همونجا گرفت اینا رو پاره کرد، یعنی دیده بود 17 18 سال ازش گذشته، پاره کرد و پاسپورت جدید ما داد. پس بنابراین چیزی به نام ممنوع ورود هم 100% وجود داره. مطمئن باشید من چیزی که شما میگم هیچ وقت روش دروغ و چاخان و اینا نیست. من علی حرفا نیستم، دنبال این که برای خودم یه چیزی درست بکنم و هیچ چیزی نداره. در 10 سالی که در ایران بودم فعالیت سیاسی کردم، نه فقط عکسای خامنه‌ای رو هیچ وقت نمیذاشتم رو دیوار هیچ جای شرکت بزنن. در قبل از اونم وقتی اوایل بعد از انقلاب شروع کردم کار کردن، هیچ وقت نذاشتم عکس خمینی رو بزنم به دیوار. چند بار ملت اومدن شیرینکاری بکنن آوردن، عکس گرفتم پاره پوره کردم گفتم دور. اون زمان جرأت کمتری میخواست برای این کار، اوایل کار خمینی اونقدر قوی نشده بود که بخواد بالاخره ملت رو بگیره و دوربین داشته باشه و پیدا کنه. به هر حال من در تمام مدتی در ایران کار کردم، چه در دوران اولی که مدیر عامل بودم چه در دوران دوم، هیچ وقت عکس اینا روی دیوار جایی که من کار میکردم و تمام حوزه قسمتی که زیر دست من بود نرفت. اینم از قسمت مخالفت ما با این داستان. و بعدم دوستانی که یه دفعه وارد اینستاگرام میشن یه چیزی میبینن و بعد میگن آقا این ساندیسی فلان، آقا جون یه ذره الکی به ملت اتهام نزد، این کار خوب نیست، در هیچ زمانی خوب نیست. برید 5 تا ویدیوی دیگه قبلی رو هم نگاه کنید، یه نمونه بگیرید ببینید این آقای موقعی داشته با این دولت مخالفت میکرده که شما رو به دنیا نیومده بود یا خیلی هاتون به دنیا نیومده بودید. بنابراین همینطوری یه اتهام بزنی آقا این آقا اینجوریه یا اینش دروغه اونش فلانه اینا، و یه انتظار دیگه هم دارم از دوستان دیگه. من خودم از خودم دفاع کنم اونقدر ارزش نداره که شما از من دفاع کنید. شمایی که خواننده مجلات بودید سالیان سال، حالا ویدیوها رو میبینید، شما به یکی از این افراد جواب بدید که آقا من این آقا رو میشناسم، این آقا اینجوریه اینجوریه، اثرش خیلی بیشتره تا اینکه من بیام خودم بگم من اینجوری هستم. خوب و خوش باشید. اضافه کنم در مورد آقای شیخ علی تهرانی و پسرشون دکتر محمود مرادخانی، مصاحبه رو با این دکتر محمود مرادخانی میدیدم، اشارات زیادی کرده بود. دو تا چیزش که خیلی مهمه شما بدونید، یکیش من دلم می‌خواست بدونم که ایشون در مورد رفتن سید علی خامنه‌ای به مسکو چیزی میگه یا نه، ولی کلن ایشون گفت این آدم کم سوادیه، تحصیلات نداره. ولی دلم می‌خواست یکی دقیقاً می‌پرسید یا آقا اصلا ایشون مسکو تا حالا بوده یا نبوده و این دانشگاه پاتریس لومومبا داستانش چیه. متاسفانه این سوال پیش نیامد. مطلب دوم، من قبلا به شما گفته بودم که من از این خانواده شنیدم که خامنه ای هیچ وقت زندان نبوده، اگرچه رفسنجانی بوده، و شما گفتید نه ما عکساشو دیدیم با شماره و فلان. آقای دکتر محمود مرادخانی در همین مصاحبه روشن کرد که دایی ایشون هیچ وقت زندان نبوده، اونا همه عکسالا بود چیزای تقلبیه، ولی گفت تبعید بوده، منتها تبعیدا همش حالت زنگ تفریح داشته. وقتی تبعید می شدن حتی می تونستن مسجد برن سخنرانی کنن، خیلی جای خوبی براشون بوده، اصلا چیز بدی نبوده. ولی خب اول کار یه شماره باید به اینا می زدن که بعد شروع کنن. شاید اون شماره رو شما دیدید فکر کردین واقعا زندانی شده. خیلی ها از در رهبران جهان وقتی که رهبر میشن شن برای خودشون یک رزومه جنگی هم درست کنن و تا بتونن چاخان میکنن که من اینجا بودم اونجا بودم. از هیتلر که همین کار کرده بود شروع کنید، خامنه‌ای هم استثنا نیست. بنابراین ایشون هیچ وقت زندان نبوده، هیچ کدوم از این چیزها رو هم باور نکنید.